خب میخوایم هاست نامه ساعت رو ببریم بالا، بعد شما هاست نامه تهیه کنید. مدیر هاست یکی از جایی هستش که شما میتونید هاست نامه بخرید، جای خوبیه، ما هم خریدیم راضی بودیم، ولی به درد آره به درد پروژه. بعد تخفیف هم میده رو دات کام، نمیدونم دات کام فکر کنم 378 تومن 45 تومن تخفیف میده، خیلی خوب استفاده کنید. سلام تورج هم داد، خب دستش درد نکنه. من خروج رو حالا همه خروج نمیخواد، نایه کاربری رو میزنید وارد نایه کاربریتون میشه، دامنه هاتون که فعاله رو میگه، سرویس هایی که دارید بهت میگه، تیکتات رو که زدی میگه. من 8 از دامنه هم که از سایت هایی که از قبل طراحی کردم 8شون موندن، یعنی 8 وبسایت بالاست فعلا. چرا بقیهش نیست؟ پولاشون رو نداره. پول نده سالیانه شما هاست و دامنه رو حواستون باشه، هاست و دامنه رو سالیانه میخرید، انگار یه مکانی رو اجاره میکنی، میری یه مکانی رو اجاره میکنی، دیتا هاتو میذاری توش، یه سال برات کار میکنه، بعد سر سالش هم 2 هفته قبلش بهت میگه که باید پولشو پرداخت کنی. نکنید سر سال برسید این سایتت فلت شد اومد پایین و دیگه نداری. خب مثلا این سایت ای بیزینس کمپانی یه سایت فروشگاهی ساده بوده، داره میگه هاست 1 گیگابایت لینوکسی، سی پنل لینوکس برای از زبانهای سمت پایتون پی اچ پی میتونه استفاده کنه، گرچند هاست پایتون هاست جداگونه ای هستش، ولی خب این رو شما میتونید برای سایت هایی مثل پی اچ پی، لاراول که کار میکنید ازش استفاده کنید. میگه اینقدرش استفاده شده، 322 مگش آمار ترافیکش نامحدود، پهنای باند داره، هر وقت که دامنه میخرید هاست و دامنه میخرید، دامنتون دو تا نیم دی ان اس جداگونه داره، وقتی میخرید میاد با هاستتون یکی میشه و اینجوری میشه که دامنه شما به هاست شما وصل میشه. اولا شما میتونید وقتی طرف مثلا میزنه ebusiness.com نمیره سایت دیجیکالا رو هاستشو بیاره بالا، کی رو میبره بالا؟ اینو میاره بالا. برای چی؟ به خاطر اینکه دامنه دو تا نیم دی ان اس داشته رو هاست شده. خب یا ببخشید هاست دو تا نیم دی ان اس داشته روی دامنه ست شده، برعکس گفتم، هاست دو تا نیم دی ان اس داره روی دامنه شما ست میشه. حواسم نبود ببخشید، یعنی واسه سایت بوده به این شکل. از همینجا میتونید دسترسی پیدا بکنید و شروع کنید ازش استفاده کردن. خب من هاست دامنه خالی ندارم، یکی از بچه هم به من هاست دامنه خالی داده، میخوام روم ببرم بالا نشونتون بدم. امنیتی نیست دیگه، از اینجا بعدش رو میتونید ببینید. نه حواسم نیست نبینید. روی دامنه شما جب نداره بابا بیفت. نگاه کنید این اگه دامنه شما باشه، این دامین شما، این سرور دوتا نیم دی ان اس داره، نیم دی ان اس ها میان رو دامنه شما چی میشن؟ ست میشن. الان من دیگه آدرس این دامنه رو میزنم، میاد دیتا رو از روی سرور میخونه و نشون میده. خب این توجیه علمیش. دو، این دامنه و هاست شما یه دونه چی دارن؟ در واقع پنل دارن. شما یه پنل داری که میتونی بهش چیکار کنی؟ دیتاهاتو بریزی داخلش. میای اینجا داره میگه دامنه شما، میگه انتهای، اکثرا اینجوریه، انتهای دامنه یه اسلش میزنی مینویسی سی پنل. خب حالا خود منم همین شکلیه، میزنی سی پنل، هدایتت میکنه به کجا؟ به سی پنل خودت، وای میسی تا ریدایرکت بشه. حالا میگه یوزرنیم پسورد، یوزرنیم بهت میده، پسورد هم بهت میده، میذاری لاگین رو میزنی، هدایت میشی داخلش. خب اینجا چیست؟ به ایشون میگن سی پنل. سمت راست یه سری اطلاعات از شماست، اسم دامنت، این آدرس آی پی دامنته. من شک دارم، اشکال نداره، من شکت رو الان برطرف میکنم. میای اینجا این آدرس رو سی بزن، کامند پرامپت که میزن با دستور پینگ آشنا هستن دوستان دیگه. خب پینگ میکنی چی رو؟ اونو چیه؟ اینو میزنی 46419178 46419178 آدرس اسم دامنه شما آی پیش اینه. خب اوکی بود. این چیه؟ لینوکس به شما در واقع هیچ ارتباطی نداره این قضیه که شما روتای لینوکس رو بدونید،
اصلا روتر لینوکس برای شما مهم نیستش. چرا؟ چون کسی که داره در واقع سرور رو پارشال بندی کرده به شما یه چیزی داده، شما داری ازش استفاده کن، به شما چیز نداره. آی پی لاگین، اینم آخرین لاگینی که نفر یکی لاگین کرده، خودم بودم، آی پی خودمه. الیاس کار نداریم، ادان دامین رو کاری نداریم. دیسک یوزج میگه 17 مگ از 1000 مگ استفاده کرده. ما اس کیو ال بحث دیتابیس میگه شما استفاده نکردین، درست میگه. بندویت 4 مگ ازش استفاده شده از بی‌نهایت، بقیه‌اش هم کاری نداره. اصلا به شما چیز نداره آخر. بحث اینا دیگه به شما کاری نداره. میایم اینجا اینا بحث ایمیل ساختن برای وبسایتت. این قسمت بحث اکانت هاست، بکاپ و ایناست، میتونی در واقع ازش استفاده بکنی. این قسمت خیلی مهمه، این برای دیتابیس، برای سمت پی اچ پی لاراول. و اینا هم بحث دامین ست کردن ها و ساب دامین گذاشتن ها و اینا هم بحث بنویت اینا رو گرفتن و بحث آمار گرفتن و از این حرف هاست. و اینا هم آی پی رو یه سری بلوک کنی، اگه داره بهت هکت میکنه میتونی بلوکش کنی، بلاکش کنی، بلوک نه ببخشید، بلاکش کنی. و یه سری موارد دیگه. شما کدوم برات مهمه؟ فاتحه شما سی پنل دادن دستت، اولین کاری که میکنه اگر پی اچ پی کار بودی، اولین کاری که میکنی دیتابیس میسازی، دیتابیس رو میاری بالا، بعد میری فایلاتو میریزی داخلش، تمام شده رفت سایتت میاد بالا، تمام. اگر فرانت کاری روی گزینه فایل منیجر کلیک میکنیم با پایین کاری نداره، روی گزینه پابلیک HTML کلیک میکنی، هر چی فایلی هست اینجا میگیری اینجوری، خب از اینجا میگیری، همون بالا بالا اینجوری میگیری، یا سلکت آل اینا هم داره، کلیک راست بکنی سلکت آل داشت نداره گوش کو آره سلکت آل رو میزنی، همه رو میگیره، دست میزنی روشی دیلیت میزنی و هیچی هم فکر نمیکنی، میای اینجا الان رفرش میکنی، اینجا میبینی هیچی دیگه نیست. باشه سایت طرف چه، سایت مال خودم بود، الان هیچی توش نیست. کو این چیه؟ منی محمدی تو بالاخره تو میخوای بالاخره از اینجا مدرک گیری. اینا چیه؟ این چیه؟ چیه؟ چیه خوب؟ هیچ کاری نمیکنه. علکی نیست. اصلا هیچ چی نیستی. بابا چه گیر دادی؟ هیچ چی نیست. نه بابا هیچ چی اذیت نکن. حالا شما باید اینجا چیکار کنید؟ وبسایتتون رو آپلود کنید. همتون به خاطر اینکه من این درس رو دادم، همتون میرید هاست دامین می‌خرید و پروژه‌تون رو هاست دامین می‌برید بالا. میاد اینجا اسم پروژه‌مون چی بود؟ ترینینگ. ترینینگ کو اینا هاشش. کلیک راست می‌کنید، اد تو آرشیو رو میزنید، زیپ میکنید و میاید اینجا. زیپش کردم براتون. چند میگه؟ خب اینترنت که مفت هست، حواسم نیست، اینترنت امامه، داریم استفاده میکنیم. و 12.9 مگابایت. میاید اینجا دنبال گزینه آپلود میگردیم، میزنی سلکت فایل، همین سی پنل همین شکلی هم هست، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن. دنبال چی میگردی؟ ترینینگ زیپ میزنی، آپلود میکنه، تمام شد را آپلود کیت کرد. بعد گو بک رو میزنی، گو بک توی پابلیک HTML سبز، بعد بایستی سبز شا میزنی، میاد اینجا زیپ روش میزنی، کلیک راست چی؟ اکسترکت فایل رو میزنی، کلوز. خب الان یه مکافات دارم من، مکافاتم چیه؟ الان اینو بزنی این ترینینگ رو میاره، حالا بعد روی این بزنی که بیاد صفحه ایندکس. الان نگاه کن سایتمون رفت رو کجا؟ روی هاست. خب رو هاست دامن است. داره کار میکنه ولی یه مشکلی داره. اگه گفتین توی یه فولدره. الان طرف تو بهش برگردی بگی برو سایت من رو ببین، اینو میزنه، اینو میبینه. از کجا میدونه بعد روی این بزنه که بره توی این؟ با چی میوردن؟ نه عزیزم زیپ میکنه. آره میدونی برای چی عادی، بعد اگه میزدم عادی ببین چند تا فایله، 27 خورده 3293 تا فایل من چجوری بنویزم تو این، و یه قرن وایستم تو تک تک هم میریزه، به خاطر هم زیپ میکنم. میای اینجا نکتهشو یاد میگیری، میای کجا؟ اینجا یه دو بار میزنی، میای داخلش سلکت آل رو میزنی، گزینه‌ای داره به نام موو،
یه دونه فولدر اینجوری برمیگردی عقب، تمام مو فایل رو میزنی، همه رو چیکار کرد؟ اور بک نمیزنی، آپ تو لول. الان همه اومد اینجا، این ترینینگ رو میگیری دیلیتش میکنی، تمام این زیپر هم میاد چیکار میکنی؟ پاکش میکنی، فایل مصرف نکن، میای اینجا الان رفرش میکنی و میبینی سایتت اومد بالاتر و تمیز. اینم نحوه آپلود کردن سایت روی هاست. خواهش میکنم. دامین چیه؟ دامین که اینه، دامین رو میخری حتما حواستون باشه دامین و هاست رو از یه شرکت بخری. میدونید برای چی؟ هاست دوتا نیم دی ان اس داره، بعد رو دامنش ست بشه. اگر برید دامنه رو از یه شرکت بخرید، هاست رو از یک شرکت بخرید، بعد برید به اون جایی که دامنه خریدید تیکت بزنی، از اونجایی که هاست خریدی دوتا نیم دی ان اس رو بگیری به این تیکت بزنی، بگی نیم دی ان اس اینو روی ست کن، 72 ساعت هم طول میکشه جابجا شن. همین نمیدونم، نه من استفاده میکنم.